هستی همه چیزه، از کوچکترین ذرات تا بزرگترین کهکشان ها، حتی وجود زمان، مکان و زندگانی. اما هستی چطور شروع شده؟ پیدایش هستی یعنی پیدایش همه چیز. چندین نظریه علمی به همراه تعداد زیادی افسانه سعی در تفسیر این خلقت اسرارآمیز کردند. اما نظریه‌ای که در حال حاضر از همه بیشتر پذیرفته شده، نظریه مهبانگ است. نظریه مهبانگ میگه که هستی از یک نقطه بسیار داغ و بی‌نهایت چگال شروع شده، فقط چند میلیمتر پهنا داشته و شبیه یک سیاه‌چاله فوق‌العاده قدرتمند بوده. در حدود 13.7 میلیارد سال پیش این تکینگی کوچک به شدت منفجر شد و از این انفجار بود که مواد، انرژی، مکان و زمان ساخته شد. چیزی که بعد اون اتفاق افتاد، دو مرحله اصلی تکامل هستی هست: عصر پرتو و عصر ماده، که بر اساس رویدادهای کلیدی رخ داده در ایجاد هستی تعریف شدند. اول از همه عصر پرتو هست که به خاطر چیره بودن پرتو در لحظات اولیه مهبانگ نامگذاری شده. این عصر از مراحل کوچکتر به نام دوره تشکیل شده که در 10,000 سال اولیه هستی رخ دادن. اولین اونا دوره پلانک هستش. در این زمان هیچ ماده‌ای در هستی وجود نداشته، فقط انرژی بوده، جد 4 انرژی اصلی طبیعت، یعنی سوپر انرژی. در آخر این مرحله یک رویداد کلیدی رخ داد و نیروی گرانش از سوپر انرژی جدا شد. بعد از اون دوره یگانگی بزرگ بود که به خاطر یکی بودن سه نیروی اصلی طبیعت نامگذاری شده. این دوره با جدا شدن یکی از این سه نیرو با نام قوی یا هسته‌ای قوی تمام شد. سپس دوره تورمی شروع شد که در طی اون هستی به شدت گسترش پیدا کرد. تقریبا در یک لحظه از اندازه یک اتم به اندازه یک پرتقال بزرگ رسید. هستی تو این زمان بسیار داغ و انگار از تنور در اومده بودش و الکترون‌ها، کوارک‌ها و دیگر ذرات در هم تنیده بودند. بعد از اون دوره الکترون ضعیف هست که تو اون دو انرژی دیگه هم، الکتریسیته و انرژی ضعیف، از هم جدا شدند. در دوره بعدی، یعنی دوره کورک، تمام عناصر هستی حضور داشتند. اما هستی انقدر داغ و چگال بود که زیر اتم‌های ذرات نمیتونستن تشکیل بشن. پس از اون تو دوره هادرون هستی به اندازه کافی سرد شده بود تا کورک‌ها به هم متصل بشن و پروتون‌ها و نوترون‌ها رو تشکیل بدن. تو دوره لپتون و دوره هسته‌ای، یعنی دو دوره نهایی عصر پرتو، پروتون و نوترون‌ها تحت تغییرات شدیدی قرار گرفتن. اونا ادغام شدن و هسته رو تشکیل دادن و به این ترتیب اولین عنصر شیمیایی هستی رو تشکیل دادن، یعنی هلیوم. توانایی تازه هستی در ایجاد عناصر، ساخت بسته‌های ذره، آغازگر عصر ماده بود. همونطور که از نام اون مشخصه، عصر ماده به علت ظهور و چیره شدن ماده در هستی تعریف شده. توی اون سه تا دوره وجود داره که میلیاردها سال به طول انجام میده که بخش بزرگی از عمر هستی هستش و زمان حال حاضر رو هم در بر میگیره. اولیش دوره اتمی بود. توی این مرحله دمای هستی به اندازه کافی پایین اومده بود تا الکترون برای اولین بار به هسته متصل بشه. به این فرایند باز ترکیب میگن که به تشکیل دومین عنصر هستی کمک کرد، هیدروژن. این هیدروژن به همراه اتم‌های هلیوم هستی رو با ابرهای اتمی پر کرد. در درون ابرها بسته‌های کوچیک گاز به احتمال قوی به اندازه کافی نیروی گرانش پیدا کردند و منجر به جمع کردن اتم‌ها شدند. این خوشای اتمی در حین دوره کهکشانی رخ داد و در واقع بذر اولیه کهکشان‌ها رو ریختند. در درون این کهکشان‌ها ستاره‌ها متولد شدند و به این ترتیب آخرین مرحله، و یعنی مرحله کنونی، آغاز شد. دوره ستارگان. به وجود اومدن ستاره ها منجر به یک اثر تشدیدی شد و به شکل‌گیری هستی به اون چیزی که الان میبینیم کمک کرد. گرمای ستاره ها منجر به تبدیل هلیوم و هیدروژن به تقریبا تمام دیگر عناصر موجود در جهان شد. بر اساس این بسته های عنصری، سیارات، ماه ها،
زندگی و هر آنچه که امروزه میبینیم شکل گرفتن. این زیست بوم از همه چیز تنها به خاطر تکامل مراحل مختلف هستی امکان پذیر شده. در حالی که سوالات بیشماری در خصوص پیدایش هستی هنوز باقی مونده، تنها زمان نیاز است تا پاسخهای قانع کننده ظهور پیدا کنند.